اوایل دهه 70 شما ممنوع کار شدید و ممنوع تصویر شدید برای اون فیلم VHS رقص. اینو برای ما توضیح میدید؟ برادرم عروسی کرد. تنها اشکال ما این بود که در عروسی برادرم شرکت کرد. گفتم چرا شرکت کردی؟ چرا موقع عقد خانم‌ها آقایان با هم بودن و مختلف؟ فرهنگ محلیتون بیجار اینجوریه دیگه، ما کردیم دیگه، اصلا کردیم ما. دست دختر عممو میگیرم، دست دختر خالم رو میگیرم، با هم ماچو بوسه میکنیم موقع عید. اصلا این تو جزء فرهنگ ماست. بعد موقع رقصای کردی دختر و پسر، زن و مرد یکی در میون دست هم دیگه رو میگیرن میرقصن. ما تو کردی میگیم گنم و جویه، یعنی گندم و جو. چرا مختلف؟ گفتیم آقا ما که مراسم عروسی توی باشگاه برگزار شده، تو دو طبقه کاملا مجزا، پای سفره عقد گفتن چرا مختلف بودین؟ پای سفره عقد رضای عزیز من کیا هستن؟ محارم آدم هستن، بزرگای فامیل هستن، باشون بزرگ شدیم دیگه، چجوری ممکنه حالا توی عروسی بگن چرا مختلفن؟ واقعا خیلی بد بود. من رو ممنوع تصویر کردن، اولین قربانی این مسئله من بودم. اصلا هیچی تا به حال مطرح نشده بود که کسی رو به خاطر بیرون سازمان بخوان مؤاخذه بکنن. مجریای ممنوع تصویر تو این سالها هم از سینما بودن، هم از تئاتر بودن، هم از مطبوعات بودن، هم از فوتبالی ها بودن، هم از بدنه رادیو و تلویزیون بودن. دلیل ممنوع تصویریشون هم یا خوندن پیامک بوده، یا گلایه های اقتصادی، یا کری های فوتبالی. این برنامه علیه سانسوره و میخواد بفهمه که چرا مجریا انقدر ممنوع تصویر میشن. به خدا. خانم این بود که در عروسی برادرم شکل مردم رو سرگرم آشورا ماشورا کردیم تا مسئولان نظام بخواهیم. من درد هم بشه به نمود عشق و این هفته میخوام راجعه به صحبت بکنیم که آیا قهرمانان ملی آفزنید راه را این که نگار میرسد ایرانه و کشور همه ماست. هم مسئولان نظام با خیالی آسوده و بی‌دغدغه به غارتگری ها و ظلمی ستم در میاری دفتر خونه در چرا فکر ببین حرفای شما آقای فرزادی کمک میکنه به سینما چه خوشحالی نیست دیگه نمیتونم بگم بابت این استثناءاتی در سینما وجود داره. اون نوار عروسی رو دزدیدن بعد رفتن تکثیر کردن چون خرید و فروش هم میشه. نه دزدیدن، ولی واقعا اینی که میگی جالب بود. خانم برادر من سر چهار را نوار عروسی خودشو خریده بود ویچسش سر چهار را گفته بودن عروسی شهریاری عروسی. خب پس چجوری دو رفت؟ من نمیدونم، هنوزم برای من کامل روشن نشد. ما رو دادگاهی کردن، آقای یزدی اون موقع رئیس قوه قضاییه بود و گفته بود که تمام جلسات دادگاه که ما رو می‌خواستن دوربین بیارن و ضبط بکنن. دوربین می آوردن، ضبط می‌کردن، چقدر من رو آقای آتش افروز رو اذیت کردن، چقدر واقعا ما تنش تحمل کردیم رضا جون. اصلا قلب من واقعا درد گرفته بود. حالا اونا همه سازمان حمایت نکرد؟ هیچ. سازمان که اولین برخوردش این بود که ما رو گذاشت کنار. اولین برخوردش ما رو گذاشت کنار، هیچ حمایتی هم نکرد. اما اون موقع آقای محمد هاشمی گفتش که هدف منم، شما بهانه هستی. عجب. این رو من از آقای محمد هاشمی شنیدم و بعدش هم برش داشتن و آقای لاریجانی اومد رئیس سازمان شد. ولی خیلی هم بد نشد، عدو شود سبب خیر. بعد شما مأمور شدید به لندن، درسته؟ حالا عرض میکنم، نه من لندن نرفتم. حالا عرض آخه
من شنیدم که داشتن شما رو یه مأموریتی میفرستادن خارج از کشور، اون خانومی که مأمور کارهای اداری شما بوده شما رو میبینه میگه خدا شانس بده. بعد شما برگشته بودید گفتید اب نداره شما برید یه جا برقصید فیلمتون در بیاد. نه، عرضم به حضور مبارکتون، این قضیهش اینجور بود که یه رادیویی میخواست در لندن راه بیفته، گفتن که ما اینجا رادیویی نداریم و این شبکه هایی که ماهواره‌ای هم وجود نداشت، جام جوی 1 و 2 و 3 و این چیزا که وجود نداشت، موبایل که نبود، و گفتن که ما فقط به مناسبت نوروز میخواییم یه رادیو را بندازیم که مردم صدای ایران رو بشنوند و لحظه تحویل سال رو، چون ما مهمترین گاه شماری تاریخ رو داریم دیگه، اون موقع لحظه تحویل سال رو اینا رو این رادیو باشه، اسمش هم گذاشتن صدای بهار. بعد این خانمی که میفرمایید نه مسئولیتی هم نداشت، مجری بود. مجری بود، همکار از همکارای ما بودن، ولی از اینهایی که متاسفانه نسبت به دیگران حسادت و اینها دارن، گفتن که خدا شانس بده آدم ممنوع تصویر بشه بعد بره لندن. گفتم خانم اگه میخوای از این شانس داشته باشی تو هم برقص. ولی چون الان نمیتونم اسمش رو بگم نمیگم، ولی مجری بود، همکار خودمون. تهران یا لندن؟ نه تهران بودن، الان نمیدونم کجا هستم. پس پیشنهاد شما رو عملی نکردم. چی صدا کنم تو رو؟ چی صدا کنم تو رو؟ تو که از گل بهتری، هرچی دوست داری. من اولا خوشحالم که با شما دارم صحبت میکنم، آقای دکتر رضا امیر احمدی عزیز، که به خاطر تسلطش به ادبیات فرانسه ما اون مقام هر موقع اشکالی داشتیم تلفظ درست کلمه ای رو نمیدونستیم از شما میدونستیم. خیلی ممنون، شاگردیم. در خدمت شما. اخیراً توی گوگل اسمتون رو سرچ کردیم، با چه واژه‌های اسم شما رو آورده بالا دقت کردیم، مثل اینکه مثلا مجری جنجالی، رکورددار بیشترین ممنوع تصویری، بعد رقص با اشوه، اینا جستجو کردین؟ سرچ کردین؟ بله بله. خب بله، وقتی که کسی وارد این کار میشه قضاوت‌های مختلف هم حق طبیعی مردمه. خب. که انجام بدن، اسم گذاری هایی بکنن دیگه. عکس العملتون چیه؟ من از همشون استقبال میکنم. عرض کنم خدمت شما که خیلی ها دوست داشتن که محمود شهریاری باشن، به لحاظ دانشش، به لحاظ سوادش، به لحاظ اشرافش. بعد اون موقع فکر میکردید که اگر یه روزی بخوان در مورد شما صحبت بکنن یا سرچ بکنن این کلمات بیاد، یا دوست داشتید یه چیزای دیگه بیاد؟ والا من اصلا هیچ وقت به این مسئله فکر نکردم که چی منو واقعا صدا بکنن، چه القابی به من بدن. هیچ وقت به این مسئله فکر نکردم، خدا شاهد. من راحت گریه کردم، راحت خندیدم و راحت خوندیم. آره راحت خوندم. هیچ وقت خودم رو سانسور نکردم، چون به اندازه کافی سانسورچی داشتیم دیگه با خودمون. چرا خودم رو سانسور؟ اما خب آدم ها دوست دارن به عنوان یه آدم مثلا خردمند مطرح بشن و بدونن که مثلا سرر از ناسره تشخیص میده این آدم. آدم وقتی که اینجوری مطرح بشه خب دوست داره دیگه، طبیعتا. رضای عزیز، من از بچگی دوست داشتم که مجری بشم، از بچگی. یعنی توی مدرسه از پسرها که سوال میکردن که دوست دارین چی کاره بشین، میگفتن خلبان بشیم، مهندس بشیم، دکتر بشیم، پلیس بشیم، اینا. من واقعا همش میگفتم که من میخوام مجری تلویزیون بشم و برای مردم برنامه اجرا بکنم. بعد وقتی که این همه علاقه، این همه شعف از تو بروز میکنه و وجود داره، بعد جلوی کارتو رو میگیرن، ببینید چقدر واقعا غمگین کننده است دیگه.
ولی البته نمیتونن برای ما رو قیچی بکنن، فکر میکنن قیچی کردن. والا این رو خواهش میکنم این مسئولینی که دارن این صحبتهای من رو میشنون، این پنبه رو از گوششون بیرون بیارن. کسایی که آمدن بیرون موفق تر از گذشته شدن، محبوب تر از گذشته شدن. و بعضی از مجریان من جسارت نمیخوام بکنم، اونهایی که ماندن تحت هر شرایطی، هر چی بهشون گفتن همون رو بازگو کردن، اونا اتفاقا مورد نفرت مردم قرار گرفتن و مردم خیلی تحویلشون نمیگیرن. من یه روزی یکی از گوینده های خبر، چون اجازه ندارم اسمشون نمیبرم، ولی به من میگفتش که ما جرأت نمی کنیم بین مردم حضور پیدا بکنیم. بعضی ها معتقدن که آقای محمود شهریاری میدونست که هرچی از تلویزیون دورتر باشه توی جامعه محبوب تره، به همین خاطر میگن از قصد حرفایی میزد و کارایی میکرد که این طرف در واقع نباشه تو سازمان، که اون طرف بتونه در واقع هم حرفش رو زده باشه هم زندگیش بچرخه. چقدر موافقی؟ اصلا اینطور نیست. ما بچه های تلویزیونیم، تلویزیون و رادیو خانه ماست. چه کسی ممکنه از خونش بدش بیاد؟ چه کسی ممکنه در خانه خودش احساس آرامش نکنه؟ اما وقتی که اگر بیگانه ای آمد توی خانه تو و آسایش رو از تو گرفت، اون موقع باید چی کار کنی؟ میتونی؟ چرا نجنگیدی؟ جنگیدیم دیگه. جنگیدن چقدر، من هزار بار ممنوع تصویر شدم، هزار بار. یکی از مدیران، من اسمش نمیارم، یه خانم دکتری بودن از مدیران تلویزیون بودن در یکی از شبکه ها، به من گفتن که ما مدیریم، ما باید به شما بگیم نگو، انجام نده، و شما باید بگی و انجام بدی و پای درد سراش هم وایسی. عجب. اگر شما نکنید واقعا این سطح ها شکسته نمیشه و ما در جا میزنیم. ما مدیریم، به خاطر جایگاهمون میگیم نکن، ولی شما باید بکنید و باید انجام بدید. و اینجوریه، ما تا اون اندازه‌ای که توانستیم مقاومت کردیم و نتیجهش هم من دیدم. اصلا ناراحت نیستم رضای عزیز، اصلا ناراحت نیستم. من یه خاطره برات تعریف بکنم. وقتی که برنامه بعد از خبر رو با جواد آتش افروز شروع کردیم، تهیه کننده برنامه یه رو بود و بعد از اخبارم چون پخش می شد اسمش شده بود بعد از خبر، گفتن به ما 4-5 تا لباس با خودتون بیارید، ما 4-5 تا برنامه رو یه دفعه ضبط کنیم. گفتیم باشه. رفتیم یه دونش رو که ضبط کرد، من دیدم که داره همینجوری دستش گذاشته زیر چونش فکر میکنه. گفتش که چرا اینقدر شاد اجرا کردید؟ نه دهه فجر، نه عید، نه میلاد، هیچی نیست، شما چرا اجرا کردید؟ گفتم خب، من گفتم چرا باید غمگین اجرا کنید؟ نه شهادته، نه محرمه، آره نه محرمه، نه شبای قدره، چرا باید غمگین اجرا کنیم؟ گفت خب اینم یه حرفیه، یه حرفیه. اون موقع فقط ما دو تا شبکه داشتیم، شبکه دو هم 24 ساعته نبود اگه خاطر تو، یک و دو. گفتش که من نمیدونم، بذار دیگه ضبط نکرد. به ما گفت 4-5 دست لباس بیارین، همون یه دونه رو ضبط کرد.
یه دونه رو ضبط کرد، گفتش که بذاریم ما ببریم به مدیر گروه اجتماعی نشون بدیم. مدیر گروه اجتماعی اون موقع آقای موسوی بود، الان نمیدونم کجا هستن. به هر حال به آقای موسوی نشون داده بودن. آقای موسوی گفته بود که من نمیتونم نظر بدم، ما اینجور برنامه بعد از انقلاب نداشتیم، بذارید من به مدیر شبکه بگم. آقای مدیر شبکه آقای فریدزاده بود. بردن پیش ایشون، ایشون هم گفته بود که خب اینجا رو من نمیتونم تصمیم بگیرم، بذارید رئیس سازمان بگه. اون موقع رئیس سازمان آقای محمد هاشمی بود. آقای محمد هاشمی چون خانواده بازی داشتن و خودشان تحصیل کرده آمریکا بود و اینا، گفته بود که به شرط ضبط بکنید، ما یه 7-8-10 تایی پخش بکنیم ببینیم صدایی از جایی در میاد یا نه، و صدایی در میاد یا نه بیشتر منظورش قم بود. و برنامه پخش شد، دیدن که صدایی که در نیومد استقبالم کردن، به ما گفتن ادامه بدید و که ما ادامه دادیم. و اینها منظورم این سوالی که شما میگید که این مقاومت ها ازش پشیمانی یا نه، میگم نه، چون ما کار خودمونو کردیم. ما بعد از خبر بعدش باعث شد که نوروز 72 اومد، آقای مهران مدیری آمد، اون موقع نقش بند رو بازی کرد، آقای اردشیر منظم نقش جواد آتش افروز، و نشستن و گفتن و خندیدن و ادای ما رو در آوردن. شما خط شکن آره. شدید و ساختن شکن. بعد نوروز 72 بعدش ساعت خوش اومد، بعدش برنامه دیگه. اصلا امکان نداشت این تحول ایجاد بشه. پس من رسالت خودم رو برای مردم که وظیفه تلویزیونی برنامه سرگرم کننده و مفرح بسازه انجام دادم. مقاومت هم کردم، سختی هم کشیدم، ممنوع تصویرم شدم، اما کار خودم رو در عوض هزینش هم دادید. هزینش هم دادید. دوری نجف آبادی آمد توی برنامه در مقابل من ایستاد، گفتش که این مسخره بازی ها رو تموم کنید فلان اینا، یه تصاویری داشت پخش میشد. من اصلا خواستم برنامه رو بیارم تهیه کننده اومد خواهش تمنا برنامه من رو به هم نزن، من وایستادم ادامه شد. اصلا ایشون دادستان کلی کشورم بود، گفتش که این برات پرونده درست میکنه. گفتم به درک درست میکنه، این آقا داره به چهارشنبه سوری ما، به آیین‌های ملی ما داره توهین میکنه، این حق نداره توهین بکنه. من حالا توهینم میکنه، اعتقاداتشه، منم باید در مقابل ایشون جواب بدم که این اصلا خرافه نیست. ما وقتی که ایرانیان ستایشگر نور و روشنایی هستن، این نیست معنیش که آتش پرست باشن. من اینا رو گفتم، ایشون قهر کرد، به من ناسزا گفت، یه آدم روحانی ناسزا گفت به من، ناسزا گفت، توهین کرد. آقای شعردوست تو اون برنامه بود، تو اون برنامه بود، به من ناسزا گفت این آقا. من هیچ وقت اگر ایشون به جهان آخرت و پل صراط و اینها معتقدن، من هیچ وقت ایشون رو حلال نمی کنم. شما به من ناسزا گفتی، در صورتی که اگر جوابی داشتی جواب منو می دیدی. اون اوائل وقتی ممنوع کار می شدی خیلی ناراحت می شدی، عکس العمل چی بود؟ اولین باری که من ممنوع تصویر شدم خیلی عرض میکنم قلبم درد گرفت، برای اینکه تاثیر مستقیم روی خانواده ای من گذاشت. من تازه ازدواج کرده بودم، تازه بچه دار شده بودم و قلبم سنگینی میکرد. بیرون میگفتن اینا چیه، بعد شایعاتی که شده بود نمیگفتن که اینا تو عروسیه، حالا اونایی که نوار عروسی رو دیده بودن میگفتن آقا ما چیزی ندیدیم. بعد جالبه رضای عزیز، این رو آقای ناطق نوری رئیس مجلس بود برده بودن، ببین مجلس باید چقدر بیکار باشه، هیئت رئیسه چقدر بیکار باشه، بشینه نوار عروسی منو نگاه کنه. بعد آقای ناطق نوری اومد مصاحبه کرد، هست مصاحبهش، مصاحبه کرد که بله ما دیدیم متاسفانه وضع ناجوری داشتن مجریا.
چه وضع اناجوری داشتن. همینا رو میگفتن، خب همه هم که نوا رو ندیده بودن که بابا یه عروسی ساده بوده، گفتن لخت بودن اینا، لخت و مست توی استخر بودن. خب اینا یه آدمی فشاره. که آره یه آدمی که خب تا اندازه سعی کرده که سالم زندگی بکنه، لخت و مست. رضای عزیز الان که تو این سوال میپرسی، من میگم هیچ وقت نگفتم من اصلا لب به مشروب تا حالا نزدم، حتی برای امتحان کردن لب به سیگار نزدم، حتی برای امتحان کردن. بعد بگن که لخت و مست توی استخر بودن زن و مرد، چه سنگینی روی قلب آدم احساس میشه. این کارو با من کردن متاسفانه اون موقع. آره اولیش خیلی اذیتم کرد، بقیهش دیگه طبیعی شده بود. بعضیا معتقدن که محمود شهریاری با اون همه استعداد و نخبگی و سواد و اطلاعات و اشراف و چندین هزار ساعت رپورتاج جنگ، بله، بعد میگن مثل یه فواره بود که رفت بالا، بعد قدر این جایگاه رو ندونست و بعد سقوط کرد. خودت نظرت چیه؟ آخه قدر جایگاه رو ندونستم رضای عزیز، باید بدونم یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی که من فقط رو خطی که شما تعیین کردید حرکت بکنم، پامو این بر اون برم نذارم، بعد این خط تا کجا میره؟ بعد اون موقع مجری با اکسسوار صحنه چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ من قسمتی از این دکور باشم یا مجری باشم؟ جمله ای رو که شما به من میگی بگم، از این تخطی نکنم، حرف مردم رو نزنم، توی چارچوب مشخص، آره، خیلی اتو کشیده و خط کشی شده حرکت بکنم. این یعنی چی؟ آیا این اسمش جایگاه ندانستنه؟ نه، اگر این اسمش جایگاه ندانستنه، آره من اصلا قدر خودم باید بگم نمیدونستم پس. ولی من فکر میکردم که خواسته های مردم فرق میکنه با جلو رفتن زمان و آمدن نسل های جدید به عرصه زندگی، به عرصه کار. اینها خواسته هاشون فرق کرده، هر دوره ای خواسته خودش رو میاره. خود حضرت امیر میگه که فرزند زمان خیشتن باش. ما اگر در گذشته زندگی بکنیم نبینیم که چه تحولی انجام شده، خب در واقع درجا زدیم. از شبکه های عمر آبی هم پیشنهاد داشتید؟ من همون سال 70-71 که اولین ممنوع تصویری رو به من دادن، پیشنهادایی بود. اون موقع این شبکه های ماهواره‌ای و اینا نبودش. رادیوی فارسی وجود داشت، مثلا رادیوی فارسی فرانسه، رادیوی فارسی انگلیس، دویچه بوله. بله، اون موقع ها به من گفتن و من هیچ کجا رو نرفتم. من حالا ممکنه بگن داره شعار میده، اینا برام مهم نیست، اما واقعا خدا شاهده به جان دخترم من شعار نمیدم. من نمیتونم دور از وطن زندگی بکنم، نمیتونم. یعنی سفر من که طولانی میشه اصلا خیلی ناراحتم، بیتابم که برگردم. رضای عزیز خدا شاهده وقتی که من این مهاجرت ها رو میبینم به شدت قلبم میگیره، به شدت قلبم میگیره. الانم دارم مقابل تو مقاومت میکنم که گریم نگیره، که بچه های این مملکت چرا باید برن؟ قبلا فقط میرفتن آمریکا و اروپا، الان میرن قطر، میرن کشورهای دیگه، جاهایی که آرزوشون بود که یه روز مثل ایران بتونن زندگی بکنن. من اینا رو میبینم ناراحت میشم. چرا باید برای جوان ما کار وجود نداشته باشه؟ چرا همه تحصیل کرده ها باید برن؟ چرا باید این رنج رو خانواده ها تحمل بکنن؟ پدر مادر بچه بزرگ میکنه که کنارش باشه. چرا باید از پدر بگذره، از مادر بگذره، از خانواده بگذره، از خاکش بگذره، از علاقه‌مندی‌هاش بگذره؟
بعد همه این بچه‌ها بچه‌های تحصیل کرده ای ما وطنشون دوست دارن برای این کشور کار میکنن. همه‌شون دوست دارن. منو این دفعه آخر که بازداشت کردن و در بند دوی الف زندان اوین بودم و هر روز یه بازجویی می اومد و من رو بازجویی میکرد، هر روز دو سه ساعت من بازجویی میشدم و هی سوال مینوشتن من جواب میدادم، سوال مینوشتن جواب میدادم و بعد میگفتش که شما همکاری نمی کنین. گفتم همکاری نکردن من یعنی این که من جوابی که شما دلت میخواد بنویسم، خب خودت سوال کن، خودت هم عوض من بنویس. ولی من بهش گفتم که الان شما من رو نباید بیارید توی بند دوی الف اوین، کسی بیاد که مملکت رو به اینجا کشونده، اونایی که محیط زیست از بین بردن، منابع آبی رو از بین بردن، شما بعد از 45 سال یه مسئولینتون هنوز ارزه ندارن آقای سطحی رو جمع‌آوری بکنن. خب برید از مثلا ژاپن یاد بگیرید داره چی کار میکنه. شما آبای سطحی رو جمع نمی کنید، بارون میاد تبدیل میشه به سیل، زندگی مردم رو از بین میبره، جان مردم رو میگیره و بعدم تابستون هم دچار کم آبی هستید. اینا رو بیارید، دریاچه ارومیه رو خشک میکنید، تالابا رو خشک کردید، اینا رو بیارید محاکمه کنید. چرا من رو محاکمه میکنید که این حرفا رو زدم که مسئولین ما بیارزن؟ الان آقای خاتمی هم دیگه حرفش برو نداره. میدونی ما استاد سوزندن مهره ها هستیم و وقتی که شما به این رسیدی میان روحت میشه آقای روحانی و اینجوری برخورد میکنی و برای مجلس خبرگان ردش میکنی، کسی که از اول انقلاب مسئولیت های خیلی خیلی مهم داشته، امنیتی داشته، مسئولیت های امنیتی و نظامی داشته، 8 سال رئیس جمهور بوده، بعد میان یه دفعه صلاحیت ایشون رو رد میکنید. شورای نگهبان یه روزی باید بیاد جواب بده چرا این کار رو کرده. واقعا یکی از مقصرهای اصلی رسیدن مملکت به این روزها که گاهی اوقات بعضی ها ازش بنبست نام میبرند، یکی از مقصرهای اصلی شورای نگهبانه. باید یه روز شورای نگهبان بیاد جواب بده. شما میاید یه نفر رو تایید میکنید، بعد از تاییدش 8 سال میشه رئیس جمهور، بعد ممنوع تصویرش میکنید، بعد نمیدونم صلاحیتش رو رد میکنید. اون تایید شما حتما غلط بوده، این رد کردن شما حتما غلطه، حتما غلطه. تو دوره کرونا موضع‌گیری هایی که من کردم، رفتن از دست من شکایت کردن که این باعث تشویش اسان عمومی شده، کرونا وارد ایران نشده. آقا شما خودت پزشکی خوندی، شما از کجا میدونستی؟ وصل بودی؟ وصل بودم. ببین آخه کرونا وارد ایران شده بود، من کیانوش جهانپور دیده چی موزه گیری های علکی میکرد. آخه شما پزشکی، یه زمین موقعیت خودت و همکارات رو حفظ کن. تو دوره کرونا خب آخه معلومه چینیایی که کرونا اومده بود تو چین، چینیایی که توی ترکیه مونده بودن هیچ هواپیمایی سوارشون نمیکرد به خاطر اینکه میترسیدن که ناقل باشن. خب ناقل باشن، اینا رو هواپیمایی ماهان و مدیرعامل ماهان خودشیرینی میکنه، اینا رو سوار میکنه میاره تهران، پیادهشون میکنه، بعد از اینجا برن کشور خودشون. خب بعد چی شد اینطوری؟ خب آقا دیگه این احتیاج به وصل بودن و اینا داره؟ خب این دیگه این مثل از حرام من شمس بود دیگه. این کرونا اومده تو چینیا رو برمیداری میاری تهران، بعد اینا رو باز دوباره با مسافرهای عادی ایرانی سوار هواپیما میکنی. هیچ کشوری این کار رو نکرد.
من میام کارتای طلایی که داشتم به خاطر سفر زیاد، ماهان به من کارت طلایی داده بود، بله. جز مقرر شد کارتای طلایی رو جلوی دوربین پاره کردم. چقدر من رو اذیت کردن، منو گرفتن زندانی کردن، آقای دکتر نمکی و همین کیانوش چی؟ جهانپور از من شکایت کردن، گفتن تشویش اذهان عمومی کرده، کرونا وارد ایران نشده، ایشون گفته شده. نگاه کلی اینه که بعضی از مدیرها تو سازمان میگن که ما شما مجری ها رو باعث شهرت و معروفیتتون شدیم، باعث شدیم مردم شما رو بشناسند، به شما اعتبار دادیم و فلان. این چقدر درسته؟ اصلا من میخوام به این مدیران بگم شما کی هستین که میگین ما؟ مثل این که مثلا این مملکت مال تمام ایرانیانه، مال تمام ایرانی، همه به یک اندازه تو این مملکت سهم دارن، شریکن. شما کی هستی که بگی ما این کارو کردیم؟ اولا این یک، سازمان صدا و سیما این مربوط به ملت ایرانه، با پول ملت ایران اداره میشه، اونجور که خواسته مردم ایرانه باید اداره بشه. خب من آمدم صدا و سیما که شما میگی ما، یه ساختمانه با یه سری وسیله، دوربین و تجهیزات فنی و این چیزا. حالا این رو چرا نمیگی که من اومدم اعتبار دادم به اینجا؟ چرا نباید بگین که اگر قدر اینو ندونم، من امیر احمدی اگر نباشه مردم دیگه برنامه صبح خیر ایران رو نمیبینن؟ چرا اینطوری فکر نمی کنید؟ چرا نمیگید که سرمایه اصلی من نیروی انسانی من هستن که علاقه مندن؟ شما اگر پزشک یه موقع کم بیارین، یه موقع تو همین ایران پزشک هندی بود، پزشک پاکستانی بود، پزشک کم بیارین میتونین اونا رو بیارین شکسته بکسته فارسی هم یاد بگیرن و از مریض بپرسن چشه. شما مهندس ممکنه از بیرون بیارید که به عنوان مستشار بیان کار شما رو انجام بدن، مستشار نظامی میتونید بیارید، ولی مجری چجوری میخواید بیارید؟ خب ببینید مدیران موفق چیکار کردن. شما که خود مدیران بارها و بارها من شنیدم که از آقای رضا قطبی بسیار خوب یاد میکردن، میگفتن مدیریت فوق‌العاده‌ای داشته. و واقعا هم همکارای قدیمی ما از رضا قطبی من یک مورد منفی نشنیدم، از رضا قطبی تعریف میکردن. خب بیاید ببینید اونا چجوری حفظ میکردن. خود آقای اسماعیل میرفخرایی میگفتش که گاهی اوقات من از استودیو میومدم بیرون، میدیدم که رضا قطبی اومده با ماشین خودش، گفت سوارشو بریم از این پشت. گفتم چرا؟ گفتش که بنز ساواک اومده تو رو ببره. اینجوری حفاظت میکردن از نیروهاشون. خب اونم بیاد بگه که اسماعیل فخرایی من تو رو آدمت کردم، اگر نه تو کسی نمیشناخت. خب میدونه این آدم به درد رادیو تلویزیون میخوره، وقتی هم ساواک میخواد اذیتش کنه میاد از اون پشت میبرتش که ساواک نگیرتش. البته یه دفعه صبح بخیران ازت پرسیدیم، بله. من و رضا رشیدپور بودیم، به تلفنی با ارتباط داشتیم. یه برهه تمام مجریای ایران بلا استثناء دوست داشتن مثل محمود شهریاری اجرا بکنن، یادته؟ بله، یه موقعی آره شبیه شما میخندیدن، شبیه شما اجرا میکردن. این خوب بود یا بد بود؟ نه چرا بد باشه؟ اون موقع من یادم فرمودید که قرمه سبزی که غذای خوشمزهیه، چه اشکالی داره همه بخورن؟ نه اصلا چه اشکالی داره؟ ببینید آقای دکتر ظریف وزیر خوبیه، بله، برای وزارت خارجه واقعا خوبه دیگه. ما وقتی خوبه نمیتونیم بگیم بده، که زبان میدونه، از حقوق ایرانی ها میتونه کامل دفاع بکنه، اینقدر قوی صحبت میکنه که تحت تاثیرش قرار میگیرن. خب الان اگر یه وزیر خارجه یا یه دیپلمات جوان بخواد موفق بشه، جا پای جای آقای
ظریف میذاره، جا پای جای آقای دکتر مرحوم دکتر فاطمی میذاره، جا پای آقای دکتر سنجابی میذاره. خب مهم اصلا ساده ترین راه برای موفقیت اینه که آدم جا پای الگو بذاره، آدمای موفق بذاره. خب این ساده است، چه اشکالی داره وقتی که میبینند که مردم یه مجری رو دوست دارن، خب دیگران هم میان شبیه اون اجرا میکنن، سعی میکنن موفق بشن. محمود جان یه شایعی هم ما شنیدیم که به وسیله هوش مصنوعی و AI میخواین یه ترک بدیم با مرحوم هایده و مستی. این چقدر صحت داره؟ من که ندادم. من یه سری واقعیتش اینه که من به سرکار خانم حمیرا فوق العاده زیاد علاقمندم، شخصیت ایشون رو دوست دارم، صدای ایشون رو بسیار دوست دارم، ترانه های ایشون رو بسیار دوست دارم. در یه مصاحبه زمزمه هم میکنید؟ جا زمزمه هم میکنید؟ بله زمزمه هم میکنم، ترانه های ایشون رو خوندم، یه چند تا از ترانه های ایشون رو من خوندم. خب اومدن با هوش مصنوعی صدای من داشتن، آمدن صدای من رو با صدای سرکار خانم هایده به صورت یه ترک منتشر کردن. کار خوبی هم شده اتفاقا، من خودم پسندیدم. اما با خانم مهستی و خانم مرحومه هایده این کار رو نکرد. اگر این کار رو بکنن که ازشون تشکرم میکنم. چون این عرضم به حضورتون، آخه این نمایشگاه یه موقع برنامه داشتیم ما برای یکی از این شرکت ها، حالا نمیگم چی بود، اذیتشون ممکنه بکنن. بعد مسئول وقت حراست نمایشگاه بین المللی اومد گفتش که آقای شهریاری شما آخه اومدی اینجا از مهستی خوندی. گفتم امکان نداره من از مهستی خوندم. گفت آقا به من گزارش کرد. گفتم امکان. گفت آقا اینها این معاون من دیگه مجبور شد. گفت این معاون من گزارش کرد. گفتم نه خیر من فقط از سرکار خانم حمیرا خوندم. گفت برو بابا گذاشت. نه متاسفانه من، آره من متاسفانه تا حالا آهنگای خانم مهستی رو اجرا نکردم، آهنگای زندگیات هایده رو یک دو تا اجرا کردم، ولی علاقه فوق العاده زیاد به آهنگای خانم حمیرا دارم. درود بر شما. قربون شما. سردار سعید محمد یه خاطره رو نقل میکرد، بعد آخرش با افسوس و آه میگفتش که قرار بود ما الگوی جوانها بشیم، عبرت جوان ها شدیم. الان محمود شهریاری فکر میکنه که الگوی جوان هاست برای اجرا یا مایه عبرت اونها شده؟ ببینید من به نظرم میرسه هیچ کدام. در سیاست این امکان داره بشه، در سیاست هست. به خاطر همینم هم سهراب سپهری میگه کاش به جای مردان سیاست درخت میکاشتیم، به نشانی درخت. آره ولی نه در اجرا و اینا نه کسی الگوه به نظر من، نه کسی عبرت. ببینید دوره ها میان و میگذرن. یه موقعی تو این کشور فریدون فرخزاد فوق‌العاده طرفدار داشت، آدم تحصیل کرده ای بود، خوب حرف میزد، خوب شعر میگفت، ترانه میخواند، اینها. بعد یه موقع قوت تجزیه تحلیل آره، بالایی هم داشت. آره یه موقع آقای غریب افشار می اومد صحبت میکرد، مردم میگفتن که این اصلا صدا نداره، بلد نیست، یه ده این اشکالا میگرفتن، ولی مردم دوستش داشتن و اون سیستم میدید مردم دوستش داشتن، اجازه میداد برنامه رو اجرا میکرد. بنابراین نه عبرت نه الگوه. هر دوره یک کسی میاد گل میکنه و مردم حمایتش میکنن، دوستش دارن. من نه عبرتم نه الگو به نظر خودم. من یه دوره‌ای که میتوانستم برنامه اجرا بکنم سعی کردم که از تمام توانم استفاده بکنم، برای اون برنامه‌ای که اجرا میکنم ارزش قائل بشم، برم مطالعه بکنم، دست خالی نیام. وقتی که مخصوصا شما میرید با یه مقام مسئول، اگر حتی سیاسی بشه که خیلی بدتر، چون اونا سعی میکنن در برن و تو رو دست بندازن،
اگر مشتت خالی باشه اون آدم ها فوری میفهمند که مشتت خالیه. مثل اسب سوار، اسب میگن که سوارکار که بشینه روش این میفهمه که این سوارکاری بلد یا بلد نیست. بلد نباشه یک کاری میکنه تو رو بزنه زمین. مهمانای برنامه هم اگر سیاسی مخصوصا باشن یا غیر سیاسی اما زرنگ باشن فوری میفهمن که تو به عنوان مجری چیزی در چنته داری یا نداری و ممکنه که جواب چپندر قیچی به شما بدن. من سعی کردم که این گونه نباشم و با دست پر برم سر برم. ممنون که صادقانه جواب دید. حاصل این 66 سال ارزشمند رو اگر بخواید توی 30-40 ثانیه توییت‌وار با دوربین مستقیم صحبت بکنی ما میشنویم و کیف میکنیم. همیهنان عزیز و ارجمندم، در تمام زندگی خدا شاهده به جان دخترم سعی کردم که با شما صادق باشم، سعی کردم که غیر حقیقت به شما نگم. اگر چیزی هم به من میگفتن دیگه فشار خیلی زیاد بود که من اینو بگم. من دیدید گاهی خودم صحبت میکردم وقتی فشار زیاد بود میگفتن اینو بگو، مخصوصا روش من این بود که این رو برخلاف بقیه قسمت های برنامه از رو میخوندم که مردمم میفهمیدن که پس این حرف تو نیست. من سعی کردم با شما صادق باشم تو همه زمینه ها و خیلی خوشحالم که نتیجهشم گرفتم و یک مقبولیت نسبی بین شما عزیزان دارم. خداوند همه تون رو حفظ کنید. درود بر شما. استاد یه دهنم واسه ما بخونید 30 ثانیه دیگه خداحافظ کنید. تو رو هرگز ندیدن میدونی که سخته عزیزم، دست من نیست به خدا بی اختیارش میریزم. در جهان روایت‌های پراکنده حتی یه جمله هم مهمه. با این حال این تمام ماجرا نیست.